در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در یک نشست خبری از عملکرد هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی دفاع کرد. او با دفاع از عملکرد مجلس در پرونده کهریزک و کوی صبحان در سال 88 گفت که در حال حاضر اصلی ترین درگیری مردم مسائل اقتصادی است. رئیس مجلس درباره اختلاف این نهاد با دولت هم گفت تا زمانی که رئیس مجلس باشد از استقلال مجلس کوتاه نمی آید. این دوره مجلس روز یک شنبه پایان می‌یابد. همکارم آرش سیگارچی در استودیو با ماست. آرش، مهمترین عمل کرده مجلسی که چند روز دیگه تموم میشه چی بود؟ باید عمل کرده چهار ساله مجلس رو به سه دوره تقسیم کنم. دوره یک ساله ابتداییش که عملا با دولت مدارا میکرد و حتی سر ماجرای استیضاح علی کردان که جعلی بودن مدرکش اثبات شده بود سه ماه مدارا کرد. دوره دوم رو یه دوره دو ساله در نظر بگیریم، از زمان انتخابات تا یک سال پیش، که عملا سعی کرد مجلس دو گزینه رو داشته باشه. از یک طرف سعی میکرد مستقل باشه که میبینیم گزارش هایی در مورد مراجعه به بازداشتگاه های غیر قانونی که به اعتقاد خودشون سعی کردن افشاگری بکنن، در این حال میبینیم در همین مجلس میان بر علیه مخالفان دولت یعنی موسوی کروبی شعار اعدام میدن. یعنی یک حالت دوگانه داشت این مجلس در دو سال دوم. اما در سال آخر بعد از بروز علنی شدن اختلاف های خامنه ای و احمدی نژاد، مجلس سعی کرد مهار کنه دولت رو و میبینیم که استیضاح کرد، حتی طرح سؤال رو برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی انجام داد. اما اینکه چقدر به نتیجه رسید، خب اون رو باید خیلی بیشتر لمش بحث کرد. همین بحث این مهم هست، نظارت مجلس بر دولت وظیفه قانونی مجلس هست. چه کارنامه ای داشت این مجلس در مورد نظارت در کلیه، نه تنها در مسئله اختلاف بین رهبر و رئیس جمهوری؟ خیلی وظیفه مهمه، یعنی در کنار قانونگذاری مجلس وظیفه نظارت بر دولت داره که دولت درست رفتار بکنه. خیلی معتقدن که مجلس نتونست، به رغم اینکه تلاش کرد اما نتونست نظارت خوبی بکنه، به خاطر اینکه نمایندگان برعکس مجلس مثلا مجلس ششم خیلی تابع نظرات رهبری بودن و به همین دلیل سعی میکردن در اون لحظات آخر که تصمیم گیری بود توصیه های رهبری رو توجه کنن و این باعث میشد که اون استقلال قوه مقننه کشور که در واقع میتونه نظارت کنه و حتی رئیس جمهور رو عزل کنه از دست بدن و این باعث بشه که عملکردشون در بعد نظارتی راضی کننده نباشه. اگه بخوایم خیلی کوتاه جنبندی کنیم، عملکرد مجلس به طور کلی در همه زمینه ها رو چجوری ببینیم؟ مجلس هشتم به نسبت مجلس هفتم مجلس بهتری بود، اما در مقایسه با برخی دیگر از مجلس‌ها مثل مجلس ششم اصلا مجلس خوبی نبود. سپاس آرش سیگارچی.